بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه وأن تكون مما أرف به وافضل افضل الحدی من البدن و البقر الاناث موضوع بحث ما در ارتباط با قربانی حج هست که در گفتار دوم در خصوص قربانی حج تمتع اوصاف و شرایط قربانی را مطرح کردیم از نظر مرحوم مصنف رضوان الله علیه این اوصاف قربانی دو دسته هستند یک دسته اوصاف اوصاف هستن لازم و رعایه که حتما باید در گسفند یا بوز یا گاو و شطور وجود داشته باشد مثل این که حتما همین بوز و گسفند و شطور اینها را قربانی بکند نه حیوانات دیگر را این حیوانات حتما باید به عیب باشند و از نظر سینی هم باید اوصاف خاصی داشته باشند مثل این که شطور حتما باید وارد سالی ششوم شده باشد که به اون ثنی میگوین اما یک دسته اوصاف و شرایط برای حیوانی که قربانی می شود غیر الزامی هستند و به اصطلاح مستحب هست که این اوصاف در حیوان وجود داشته باشد مستحب اول را در پایان درس قبلی یادآوری کردیم هر بهتر هست مستحب هست که قربانی که برای حج تمتع در روز عید قربان ذبح می شود چاق باشد گوشت بیشتر داشته باشد بزرگ باشد و گوشت با کیفیت داشته باشد اینها بحث هایی بودند که تا پایان درس قبلی مطرح شد دومین وصف مستحبی حیوان قربانی و ان تکون مما عرف به و اینکه قربانی از اون قربانی هایی باشد که در عرفه رفته باشد حاجی با اون قربانی به عبارت دیگر وقتی در روز نهم در عرفه رفته بود این حیوان هم اونجا حضور داشته است که در این خصوص در باب هفته حدیث دور داریم که شاهد این مسئله هست بعد می و افضل الحدیک من البدن والبقره الاناس برترین حدی قربانی اگر از شطر و گاو باشد اون شطر و گاو است که عرض کنم مؤنس باشد در واقع نباید از جنس مذکر باشد که در این خصوص در باب نو حدیث یک را داریم که شاهد مسئله هست پس اگر خواستیم شطور یا گاو را قربانی بکنیم شطور مادر را انتخاب بکنیم گاو مادر را انتخاب بکنیم فضیلت و ثواب شطور و گاو مادر نسبت به نر اونها بیشتر هست و من و المعز الذکران اما اگر خواست کسی بوز یا گسفند را انتخاب بکند در این صورت بوز یا گسفند نر فضیلت و ثوابش بیشتر هست خب اینها اوصاف مستحبی هستند بعد میفرماید مستحب مستحبی دیگر این هست که و ان ینحر الابل قائمتا قدرو بتد بین الخف و اگر خواست ارز کنم که قربانی از شطور باشد در کیفیت ضبحش هم یک سلسله آداب مستحبی هست مستحب هست که نهر و زبح بکند شطور را در حالی که استاده باشد یعنی در حالت خوابیده قرار نگرفته باشد برعکس دیگر حیوانات مثلا گاو یا گوسفند یا بوز را میخوابانند و ضبح میکنن در آداب اسلامی اما اگر خواست شطور را ضبح بکند این که نحر بکند یا زبح بکند اون شطور را در حال که استاده باشد این اولین وصف نه در حالت خوابیده و وصف دوم قد بین الخوف و رکبه در حال که بسته شده باشد یا رب داده شده باشد بین قدم و زانوی شطور در واقع ارز کنم که زانو و شطور را در کنار هم ارز کنم و محکم بسته باشند برای اینکه شطور حرکت نکند بالاخره وقت میخواد ضبح بکند یا بعد از زدن کارت یا قبل از زدن کارت ممکن است حیوان بترسد و ناگهانی حرکت بکند پس باید ارز کنم که قدم و زانویش را به هم چسباند و محکم باید ارز کنم با تنابی با رسمان چیزی ببندد تا شطور حرکت نکند این دومین مستحب هست سومین مستحب و یتعنوها من الجانب الایمن و ارز کنم تعن میزند اون شطور را از طرف راستش نه از طرف چپش در اون نقطه خاصی که برای تعن زدن در نظر گرفته شده است باید ارز کنم که از طرف راستش بیزند اونجا ارز کنم یک خفره هست به اصطلاح یک ارز کنم تورفتگی هست مشخص هست همونجا را هدف میکنن با کاردین ها وقت بیزنن کم کم خون بیرون می آید هر مقدار که خون برون آمد حیوان ضعیف می شود تا اینکه در زمین بیفتد. پس می بینیم که در ارتباط با شطور سه تا وصف را اشون مطرح کردن. یکی این که زبح کردن شطور در حالت استادگی صورت بگیرد. دوم زانوها را با پاها جمع بکند و محکم ببندد. و وصف سوم این که از طرف راست شطور در اون نقطه ای که کارد را می طرف راستش قصاب بیستد و ارز کنم حیوان یا شطور را ذبح بکند این مستحبات در باب سی و پنج حدیث یک و داریم که از اون روایات این نکات در ارتباط با شطور استفاده می شود بعد می فرماید و ان یدعو الله تعالی عند الذبح این که دعا بکند خدای سبحان را طلب مغفرت و آمرزش بکند طلب قبول قربانی بکند از محضر خدای سبحان در وقتی ذبح کردن در این خصوص هم در باب سی و حدیث یک را داریم که غیر سلسله احکام دیگر دیگر بر دعا در وقت قربانی کردن تأکید شده است البته فرق نمی کند قربانی ما گاو باشد یا گسفن باشد یا شطور باشد یا بوز باشد بالاخره وقت میخواهد قربانی بکند دعا بخواند بعد میفرماید، و یترو که یدهو علا ید و بگذارد دست خود را بر دست زبح کننده اگر خود حاجی زبح نمی کند گاهی ممکن است خودش بالاخره قصاب باشد خب چی بهتر اگر خودش قصاب نیست دست خود را بر دست او بگذارد و در واقع ارز کنم قربانی کردن را هم او می کند و هم این شخص در این خصوص هم در باب 36 حدیث دور داریم که از اون روایت این نکته استفاده می شود و افضل من حق ان یتولد ذبح به نفسه اذا احسن بهتر از گرفتن قصاب آن است که خودش متولی قربانی کردن و ذبح کردن بشود اگر کار را بلد هست اذا احسنه یعنی به شرط اینکه کار را خراب نکند گسفند یا بوز را حرام نکند اگر کار را بلد هست و جای گرفتن وکیل یعنی قصاب آوردن خودش متولی کار بشود اما اگر بلد نیست خوب چاره نیست دیگران باید انجام بدهند در این خصوص هم در باب 36 حدیث یک را داریم که شاهد این مسئله هست بعد از این مجموعه مستحبات مستحب دیگر در ارتباط با مصرف گشت حیوان قربانی هست در این خصوص مصنف میفرماید و یستحب ان یقسمه ثلاثا مستحب می باشد این که تقسیم بکند گوشت حیوان را به سه قسمت هر حیوانی باشد شطور باشد یا گاو باشد یا بوز باشد یا گسفن بعد از آنی که به عنوان حج تمتع و قربانی کرد گوشتش را سه حصه بکند اگر سی کیلو گوشت دارد ده کیلو ده کیلو ده کیلو مثلا یعکل و ثلثه سه عرض کنم یک سوم اون گوشت را خودش میخورد برای خودش و اگر خانواده هم راهش هست برای اونها برمی دارد و یتصدق و بسلسه و یک سومش را عرض کنم صدقه می دهد صدقه در واقع برای فقیر و مسکین اینها و یهدی سلسه و یک سوم دیگرش را باید هدیه بدهد که در واقع ارز کنم هدیه برای هر مؤمنی میتواند باشد فرق نمی کند فقیر باشد یا غیر فقیر اما وقتی صدقه می دهد صدقه را باید برای فقیر بدهد در این خصوص در باب چهل حدیث را داریم که شاهد این مسئله هست یعنی در واقع مستحب هست که گوشت قربانی را سه قسمت بکند همچنانی که اشاره هم خواهم کرد در ارتباط با مصرف گوشت قربانی در میان فقه ها اختلاف نظر هست اولین نظر همین است که گشت را سه قسمت بکنیم یک قسمت مال خود ما یک قسمت مال فقیر یک قسمت هم هدیه به مطلق مؤمنین از هم قافله و آشناها و ارحام و امثال نظر دیگر این است که وقیل یجب الاکل منه خوردن از گشت قربانی برای ما مستحب نیست بلکه واجب می باشد خوردن از گوشت قربانی بر حاجی که مصنف فرماید و هو الازهر دلیل وجوب چی بوده است؟ دلیل وجوب در این خصوص در سوره مبارکه حج در قرآن کریم آیه 36, و سوشش را داریم و همچنین آیه 27 و 28 را داریم که در این آیات در ارتباط با کیفیت مصرف گوشت قربانی دستورات نهفته است از جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکلو منها و اطعم القانع والمعتر از گشت قربانی خود شما بخورد امر هست خب امر هم مفید وجوب هست بعد دارد و اطعم القانع و المعتر و افراد معتر و به افراد قانع هم اطعام بکنید این هم دال بر وجوب هست هر دو در سیغه امر آمده اند اما اینکه چی مقدار را برای خود ما و چه مقدار برای عرض کنم فقرا باشد در این خصوص توضیح خاص وارد نشده است ولی در هر صورت تقسیم کردنش میان خود و میان فقرا و سراحت در این آیه شریفه آمده است مقصود از قانه در روایات هم معنا شده است مقصود از قانع اون فقیر است که شما اگر یک مقدار برایش بفرستید سه کیلو گشت مثلا بفرستید اون را میپذیرد و توقع خاص هم ندارد و بر شما اعتراض هم نمی کند این می شود افراد قانع معترات اونطوری که برایش معنا کرده ان کسی است که بازم فقیر هست یعنی برای حاجت نزد شما آمده است ولی حاجت خود را به سراحت ابراز نمی کند شخصیت عفیفی دارد بزرگوار هست وقتی محضر شما می آید، زبان حالش می گوید که من فلان احتیاج را دارم اما زبان قال ندارد و سراحت ابراز نمی کند. معنای معتر ارز کنم چنین افراد می شوند که باز نشان دهنده فقرایی است که دارای شخصیت و ارز کنم معنویت زیادی است در هر صورت قرآن کریم در همون سوره مبارکه حج آیه دیگر هم دارد که برای تفصیل می توان به همون آدرس مراجعه کرد پس یک تعداد از فقها فرمودند که خوردن از گوشت قربانی برای حاجی مستحب نیست بلکه خوردنش واجب هست همان طور که عرض کردم در قرآن هم داریم فکلو منها که بر وجوب هست مصنف هم فرماید و هو الازهر این وجوب خوردن از هر و هست به خاطری که ظاهر امر همین را دارد امر دالی بر وجوب هست در نتیجه ارز کنم که باید حمله بر ظاهرش بشود البته خوب بقیه هم با توجه به روایات وارده و امثال برداشت دیگر را کرده اند در کل آنچه که قدر متیقن هست این است که خوردن بر خود حاجی واجب هست اما چه مقدار بخورد به فقرا چه مقدار بدهد سه قسمت بکند یا نکند در این خصوص در قرآن کریم چیز خاصی نداریم اگر روایات را اینجا نادیده بگیریم خب تخییر استفاده می شود بستگی به شرایط وضعیت و انتخاب خود شخص دارد که چی مقدار را خودش بخورد و چی مقدار را به فقرا و مساکین بدهد اما اگر به روایات مراجعه بکنیم خب از جمله همون روایت است که عرض کردم که فرمودن سه قسمت بکنید یک قسمت مال خود شما یک قسمت صدقه باید به فقیر باشه که فقیرم هم همون قانع و معتره هست و یک قسمتی دیگر گوشت را حتما باید ارز کنم که به دیگر مؤمنان عام از این که فقیر باشن یا نباشند، هدیه بدهیم این راجع به مستحبات بعد مرحوم مصنف حکم مکروهی را ذکر میکند و یک را مکروه میباشد التضحیت و بالجاموس این که برای قربانی کردن جاموس را که در واقع همون گاومیش میشود به اصطلاح فارسی کسی انتخاب بکند در ارتباط با جاموس و مکروه بودنش مرحوم صاحب مدارک میفرماید که من روایت خاصی در این خصوص پیدا نکردم همان طور که تا هنوز مکرر هم شما دیدید بسیار از احکام هست که مرحوم مصنف رضوان الله علی فتوا دهد یا بر کراهت یا بر استحباب صاحب مدارک میفرماید که روایت خاصی برایش پیدا نکردیم از جمله در های قبلی در وقت نزول در منا بودن که مصنف فرمودن مستحب هست و آهای معصور را بخواند که اشون فرمودن در این خصوص ما چیز خاصی به عنوان مدرک شاهد دست نیافتیم این عدم وجدان دال بر عدم وجود نیست ممکن است بالاخره در زمان مرحوم محقق که قدیم تر بودن روایات بودن که در اختیار صاحب مداری قرار نگرفته است یا حتی در همین روایات موجود از میان این همه روایات ممکن است فقره یا ارز کنم تکه و جمله در یک روایت باشد که دالی بر اون حکم باشد که مرحوم محقق هلون را دیده باشد ولی کسی صاحب مدارک و اون برخورد نکرده باشد بعد می فرماید باز مکروح است قربانی کردن با ثور که در واقع ارز کنم در این خصوص در باب نو حدیث چهار را داریم که باز ارز کنم دلیل این مسئله هست و بعد می فرماید و موجوع و این که کسی ارز کنم با موجوع قربانی بکند این هم خودش ارز کنم که مکروه است موجوع اون حیوان است که ارز کنم بیزتانش کشیده نشده است منتها اون مقدار فشار داده است که کلا اون دوتا بیزه از بین رفته است و ارز کنم فاسید شده باشد این می شود موجوع حیوان اگر موجوع باشد در درس قبل گفتیم که حیوانی که خسی باشد یعنی کلا بیزتانش کشیده باشد معیوب هست تام نیست و برای قربانی کفایت نمی کند اینجا وقتی می فرماید موجوع اون حیوانی نیست که بیزتانش کاملا کشیده شده باشد بلکه اون مقدار فشار داده است مثلا که در نتیجه فشار کلا از بین رفته و آب شده است چنین حیوان گرشن معیوب هست ولی بالاخره غیر از خصی هست لذا استفاده کردن اون حیوان برای قربانی کراحت دارد مقصود از صور هم همون گاوینر هست که هم کراحت دارد گفتیم در اول درس که اگر کسی گاو را ذبح میکند عرض کنم یا شطور را اگر از ماده اش انتخاب بکند بهتر هست این تمام بحث در گفتار دوم در ارتباط با قربانی حج تمتع از طرف ثالث و فی البدل سومین گفتار در قربانی حج تمتع در بدل قربانی هست بالاخره قربانی کردن برای همه حجاج مقدور نیست و علل مختلف یا به خاطر پیدا نشدن قربانی تعداد حجاج زیاد آمده اند گسفند و گاو و امثال اینها وجود ندارد یا نه مشکل مشکل پولی هست ناگهانی شلوغ شد و عرض کنم خدمت شما حیوانات قیمتش بالا رفت طرف اون مقدار پول ندارد که قربانی بکند اینجا از نظر شرعی رای حل برای این کار پیش شده است به عنوان بدل قربانی بدل قربانی همون روزه گرفتن هست و احیانا ارز کنم خدمت با سعادت شما قیمتش را به کسانی دیگر دادن و اونها را وکیل گرفتن که مرحوم مصنف اونها را مطرح میکند. میفرماید از طرف و ثالث و فی البدلی. سومین گفتار ما در ارتباط با بدل هست یعنی بدل قربانی حج من منفقد الهدیت کسی که فاقد هدی قربانی باشد در بازار گوسفند نیست مثلا و وجد ثمنه اما پول قربانی را با خود آورده است از حجاج اینجا دو تا قول را ایشون نقل میکنه قول اول این هست که قیل یخلفه عند من یشتریه طول ذی یک نظر که عرض کنم قول شیخان یعنی شیخ مفید و شیخ توسی و بسیار از بزرگان هست این است که یخلفه می اون سمن و پول را در نزد کسی که میخرد اون قربانی را در طول ماه زلحجه دلیل این بزرگان در باب چهل و چهار حدیث یک هست که وقتی از معصوم سوال می شود که طرف گسفند پیدا نمی کند یعنی پول با خود دارد ولی جنس و گزفند در بازار نایاب شده است معصوم علیه السلام میفرماید پول را در نزد کسی دیگر بگذارد خوب خودش برگردد به وطن خودش او به عنوان وکیل و نائب از این حاجی بعد از اید یک مقدار خلوت می شود بازار به حالت عادی برمی گردد هر وقت که گزفند را پیدا کرد از طرف او به عنوان قربانی در منا زبح می کند و البته حتما این وکالت هم نباید زمانش بعد از ماه حج باشد حتما در طول ماه حج باید صورت بگیرد چون الحجا شروع معلومات عمل حج را باید در ماه های حج انجام بدهیم یکی از اون اعمال قربانی کردن هست حالا وقت اصلی که روزی دهم ده بود مقدور نشد به خاطر نبودی گسفن حداقل از, از ماه ذوالحجه نباید که این حاجی عبور بکند و تجاوز نماید این نظر اول هست و نظر دوم که مال مرحوم ابن ادریس هست اشون میفرماید فرماید ینتقل و فرزهو الصوم اگر حدی در بازار نباشد منتقل می شود واجب اون حاجی به روزه گرفتن چطور اگر اصلا پول نداشته باشد باید روزه بگیرد اینجا درست است که پول دارد ولی اگر گسفند پیدا نشود وازم در همون حکم فاقد هست لذا باید روزه بگیرد در واقع قرآن کریم دارد که فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعت دیگر توضیح ندادن که اگر پول داشتید و در بازار گوسفند پیدا نشود چطور فرمود اگر احیانا کسی نیافت قربانی را به هر علتی در نتیجه اینجا باید روزه بگیرد کسی فمالم یجید هم کسی را میگیرد که پول نداشته باشد هم کسی را که پول دارد ولی در بازار قربانی یافت نمی شود لذا مرحوم ابن ادریس می فرماید وقیل ینتقل و قیل ينتقل فرزهو گفته شده است که منتقل می شود فرز اون حاجی به روزه گرفتن سه تا ارز کنم سه روز را در ایام حج و هفت روز را وقتی که به وطنش برگشت که مصنف می فرماید و هو الاشبه قول مرحوم ابن ادریس اشبه به اصول و قواعد مذهب هست به خاطر که ما دلیلی نداریم که حتما باید این قیمت را نزد کسی دیگر بگذاریم تا او در بدل ما و بعد از برگشت ما به وطن در مینا مثلا یک عدد گسفن را زبح بکند این تفصیلات و چه ندارد با توجه به سراحت قرآن کریم که فمن تمت بالعمره عمرت الحج فما استيسر من الهادي يعني قرباني بر واجب ومن لم يجد فسيام فمن لم يجد فسيوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لزم فرماید و فقدهم فقدهم هر كس كي فاقد بشود اون دو چیز را یعنی ارز نه نه قیمت قربانی را تا قربانی بخرد خب کسی ممکن است اصلا با خودش داشته باشد مثلا قربانی را اگر کسی نه قربانی را با خود دارد و نه پولش را همراه دارد از حجاج در این صورت سام عشرت ایامین باید ده روز را رو در عوض قربانی روزه بگیرد که این می شود بدل اون چطور تیمم می شود بدل وضوع ده روز روزه می شود بدل قربانی که در این خصوص قرآن هم به سراحت فرمود تلک که اشرتون کامل سوره مبارکه بقره آیه 196 اما در کیفیت این روزه گرفتن این ده روز این ده روز می فرماید که سلاستون فی الحج متتابعات سه روزی از این ده روز باید در خود حج باشد متتابعات یعنی پشت سر هم اما سوالی که مطرح می شود این است که این سه روز را در کدام روزهای های حج بگیرد اول زی حج و وسط زی حجه بالاخره کنم از اواسط زی حجه دیگه کلا عمل حج تمام می شود می فرماید یومن قبل ترویه یک روز را باید قبل از ترویه بگیرد یعنی روز هفتم زی حج و یوم ترویه روز هشتم زی حج و یوم عرفه روز نهم زی حجه سه روز را روزه بگیرد اونهایی که قدرت قربانی کردن را ندارند در باب 46 حدیث 4 چهار داریم که شاهد این تفصیل هست پس قرآن سربسته و به صورت کلی فرمودن که سه روز را رو باید در حج روزه بگیرید خب این سه روز از کی هست کل زیل حج ماهی حج هست میفرماید روز هفتم و هشتم و نهم نه چون روز دهم ده عید قربان هست و روزه گرفتن هم حرام هست پس این سه روز را رو باید روزه بگیرد و بقیه را وقتی در وطن خود برگشت یک هفته ای دیگر را رو روزه بگیرد نکته ای مهم این که درست است که نیازمندی به قربانی در روز دهم ده هست ولی خب خودی طرف از وضع مطلع هست و عادتا از وضع بازار هم با خبر می شود می داند که مثلا این سال وضعیت چطور هست آیا پول او برای قربانی کفایت می کند یا نه به همین جهت هست که این نظریه فرمود که از روز هفتم هشتم نهم یعنی یک روز قبل از درویه این سه روز را روزه بگیرند اما ولولم لم اگر برای کسی به هر علت مقدور نشد که یک روز قبل از ترویه روز هفتم شروع بکند هفتم زیحجه مریض بود فراموش کرد مثلا در این صورت اقتصر علی ترویت و عرفه اکتفا بکند به روز هشتم و نهم روز هشتم و نهم یعنی روز عرفه را رو هم روزه بگیرد ثم صام سالسه بعد النفر روز سوم را روزه بگیرد بعد از نفر یعنی بعد از خارج شدن مردم از منا که در واقع می شود همون روز دوازده هم روز سزده را مثلا روزه بگیرد که این هم دلیلش این هست که در باب پنجا و دو حدیث دو را داریم که شاهد این مسئله هست این اگر توانیست روز هفتم و هشتم و نهم اگر به هر علت این کار اتفاق نیفتاد هشتم و نهم را روزه میگیرد دهم هم را که عید هست نمیتوان روزه گرفت بعد در روز سیزدهم وقت دوازدهم وقت حجاج رفتن او عرض کنم روز سیزدهم را میتواند روزه بگیرد اما ولو فاته یوم ترویت اگر حتی روز ترویه را هم نتوانست روزه بگیرد میداند که مثال نمیتواند قربانی کند روز ترویه که هشتم زیحجه هست هم فراموش کرد روزه بگیرد در این صورت اخره و بعد نفر به تأخیر بیاندازد اون روزه گرفتن را رو تا بعد از نفره و جاج از منا که این هم دلیلش باب چهل و حدیث یک هست یعنی دیگه تنها روز نهم هم روزه گرفتن فایده نداره چون این سه روز علی القاعده باید پشت سر هم باشه در نتیجه صبر میکند از روزی سیزده هم شروع میکند به روزه گرفتن سیزده هم و چهارده هم و پانیزده را روزه بگیرد مثلا و لو فاته یوم الترویته اخره الى بعد نفره بعد میفرماید و یا تقدیمها من اول ذی الحجه جائز می باشد تقدیم کردن اون سه روز روزه گرفتن را از اول ماه ذی الحجه منتها بعد ان تلبس بالمدعته بعد از آنی که لباس احرام را برتن کرد اگر کسی اواخر زی قعده حرکت کرد اوائل زی الحجه رسید به مسجد شجرک و اونجا لباس احرام عمره تمتع را پوشید همین که لباس احرام را برتن کرد اگر اوائل زی الحجه هم باشد می تواند اون سه روز را روزه بگیرد مثلا می داند که من امسال پول با خودم برای قربانی ندارم پولم کفاف نمیدهد خب میتواند از همین حالا روز اول دوم زی حجه چارون پنجوم ششوم مثلا یا ششوم هفتم هشتم را به عنوان بدل از قربانی روزه بگیرد و جایز میباشد تقدیم نمودن اون سه روز را از اول زی الحجه بعد از آنی که ملبس به متعه شد یعنی عمره تمتع یعنی لباس احرام به با پوشیده باشد که دلیل این مسئله باب چهل حدیث دو هست و یجوز و سومه طول و زلحجت و جائز باشد ارز کنم روزه گرفتن اون سه روز در طول ماه زلحجت در کل ارز کنم ماه زلحجت اگر در مکه بماند اشکال ندارد که در باب چهل حدیث 13 را داریم که شاهد این مسئله هست بنابراین اگر در اوائل زلحجت نتوانیست در روزه های هفتم هشتم نهونم نتوانیست بعد از نفر هم نتوانیست خب می تواند عرض کنم در مکه بماند 20 مزی حجه تا 23 از 27 تا 30 مزی حجه مثلا روزه بگیرد کدام اشکال هم نخواهد داشت نکته دیگری که شون اینجا مطرح میکند در راستای همین بدل ولو سام یومینه اگر دو روز را کسی روزه گرفت مثلا روز ششم هفتم یا هفتم هشتم زیل را به عنوان بدل قربانی روزه گرفت و افتر سالسه اما روز سوم را که روز عرفه باشد مثلا افتار کرد پشت سر هم سه روز روزه نگرفت در این صورت لم یجزه کفایت نمی کند اون حاجی را این روزه گرفتن و استعنفه و باید روزه خود را از سر بگیرد یعنی سه روز دیگر را مستقلا روزه بگیرد دلیلش این هست که تطابق یعنی پی هم روزه گرفتن و این سه روز را پشت سر هم روزه گرفتن از واجبات هست به همین جهت این کفایت نمی کند از روایات این قاعده استفاده می شود ان یکون ذالک هو العید مگر این که اون روز سوم که افتار کرده است روز عید باشد که این باز در روایات استثناء شده است فیعتی به ثالث بعد نفر پس می آورد به روزه روز, روز سوم بعد از نفر یعنی بعد از روزی که دوازدهم که روز سیزدهم باشه اگر هشتم و نهم روزه گرفت روز ترویه و روز عرفه را روز دهم ده به خاطر عید نتوانست روزه را بگیرد اینجا درست است که تتابع و توالی از بین رفت اشکال ندارد می تواند روز سوم را در روز سیزدهم ذی حجه مثلا روزه بگیرد در هر صورت تمام بحث تا اینجا این شد که این سه روز باید پشت سر هم باشد در کل ماه ذی حجه امکان دارد ارز کنم بهترین حالت همین است که روز هفتم و هشتم و باشد اینها مجمع احکامی بودن در ارتباط با بدل قربانی از حج البته بدل قربانی از حج همچنان تا هنوز سلسله احکام دیگری دارد که انشاءالله باید در درس بعدی پیگیری نماییم وقتی این درس به اتمام رسید در پایان درس دعا میکنم که غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم ورحمه الله وبركاته سوى مولا فانعم واكرم وطعم